میدان هوایی اتاتورک یکی از بزرگترین میدانهای هوایی در ترکیه و یکی از مصروفترین ها در جهان می باشد، روز گذشته شاهد حمله انتحاری مرگبار بود. بر اساس گزارش ها، یکی از حمله کنندگان مواد انفجاریش را در بیرون از ترمینال این میدان انفجار داد و گفته می شود که دو حمله کننده دیگر تلاش برای ورود به داخل ترمینال را داشتند. با وجود آن که هیچ گروهی تا هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما صدر اعظم ترکیه گفته است که بر اساس مدارک ابتدایی گروه دولت اسلامی یا داعش در این حمله دست داشته است. یافته ها توسط نیروهای امنیتی ما نشان می دهد که این حمله تروریستی توسط گروه داعش صورت گرفته است. با وجود آن که بر اساس یافته ها داعش مسئول دانسته می شود، اما تحقیقات تا هنوز جریان دارد. گروه داعش قبلا نیز متهم به انجام دو حمله انتحاری در اوایل سال روان در استانبول دانسته شده بود. از جانب دیگر گروه شورشگرای کرد یا PKK نیز متهم به انجام حملات انتحاری بوده است، اما این گروه معمولا نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار داده است. حمله روز گذشته بر میدان هوایی اتاتورک واکنش‌های جهانی را نیز با خود داشته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که خشونت ها توسط افراد خشن بدون دولت به یک اتفاق روزمره مبدل شده است. ما تا هنوز روی جمع‌آوری معلومات کار میکنیم و در تلاش هستیم تا روشن شود که چه اتفاقی افتاده و کی این کار را کرده است. بیشتر از این نمیخواهم در مورد صحبت کنم، مگر این که بگویم این یک حراس روزمره است و به این خاطر میگویم اولین مشکلی که ما ضرورت به رویارویی با آن را داریم مبارزه با افراد خشن بدون دولت است. مقام های حکومت ژاپن و استرالیا ضمن تعهد برای مبارزه با دهشت افغانی میگویند که دهشت افغانان با انجام این نوع اعمال تلاش می‌ورزند تا مسلمانان و غیر مسلمانان را با همدیگر در نزاع قرار دهند. این کار یادآور آن است که دهشت افغانان اسلامگرا در تلاش از بین بردن، ایجاد درز و کشتار مسلمانان، مسیحی مذهبان و مردمان غیر مسلمان دیگر هستند. حکومت ژاپن همکاری نزدیکش را با جامعه بین‌المللی و تقویت بخشیدن اقدامات ضد دهشت افغانی ادامه خواهد داد. مقامات امنیتی گفتند که حمله دیروز توسط 3 انتحار کننده انجام شده است. انتحار کنندگان قبل از منفجر کردن مواد همراهشان شمار زیاد مردم را با گلوله هدف قرار دادند. انقره و استانبول از سال گذشته به این سو شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. سیر عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.